این قیمت جدیدترین خودرو مونتاژی برای بازار ایران است. 1,750,000,000 تومانی که می توان با آن در بازار داخلی خودروهای مانند رنو تالیسمان 2018، کولئوس 2017 و هیوندای سانتافه 2016 خرید. و حتی با این مبلغ در بازار جهانی می توان خودروهای مانند ولوو V60 2021، ولوو S60 2022، جنسیس G80 2022 و آودی A6 2022 خرید. امروز شما با 1,700,000,000 تومان یا حدود 60,000 دلار میتونید مرسدس بنز C400 مدل 2022 خریداری کنید. بررسی ها از سایت فروش تیگو 8 در کشور سازنده نشان میدهد قیمت این خودرو 19,000 دلار، یعنی معادل 494,000,000 تومان به فروش میرسد. این شرکت اولین شرکتی نیست که محصولی با چند برابر قیمت کشور سازنده به ایرانی ها میفروشد. مثلا جکیز هفته کرمان خودرو در کشور سازنده 14,000 دلار، معادل 364,000,000 تومان قیمت خورده. در داخل کشور 1,200,000,000 تومان به فروش میرسد. دیگنیتی بهمن خودرو هم قیمتش در کشور سازنده از 15,000 دلار، یعنی حدود 390,000,000 تومان شروع می شود. اما در داخل کشور بیش از 700,000,000 تومان قیمت گذاری شده. یعنی با 200% سود دارن میفروشن. و برندهای لوکس تقریبا از 40,000 به بالا در دنیا قیمت می‌خورن و واقعا این که در داخلش اتفاق میفته جای سوال داره. سازمان حمایت در واکنش به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان فرآیند فروش خودروی 1,750,000,000 تومانی را برای ارائه توضیحات متوقف کرده. اما طبق قانون این سازمان 2 سالی است که نقشی در قیمت گذاری خودروهای مونتاژی ندارد. رئیس شورای رقابت هم میگوید به دلیل پایین بودن تیراژ خودروهای وارداتی و مونتاژی به قیمت گذاری آنها ورود نمی کند. ستاد تنظیم بازار الان باید چه در رابطه با خودروهای مونتاژی، چه در رابطه با خودروهای دیگر دستورالعمل قیمت و برنامه منسجمی داشته باشه. وزیر سمت هم وعده حل این مشکل را به بعد از انتشار برنامه‌اش موکول کرده. انشاءالله اون برنامه که منتشر شد تمامش فرستادن کامل صورت گرفت. تفاوت قیمت خودروهای خارجی در بازار با قیمت‌های جهانی فقط مختص خودروهای مونتاژی نیست، بلکه خودروهای وارداتی هم شرایط مشابهی دارند. این کمریه 2021 3500ش 122,000 درهم، 850,000 تومان، مدل 2016 الان تو ایران 1,800,000,000 تومانه. مسئله ای که نمایندگان مجلس هم به آن اعتراض دارند. خودرویی که معادل ریالیش 400,000,000 تومان در خارج هست، امروز در کشور بالای 3,000,000,000 تومان داره خرید و فروش میشه. نمایندگان مجلس برای کاهش این تفاوت قیمت ها مجوز واردات 50,000 خودرو را صادر کردند. مجوزی که بعد از شورای نگهبان تاییدیه مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم باید بگیرد.